بیا تا فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. درود بیکران به همه شما عزیزان، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. بنده ابوذر حسنوند عموزاده هستم، دبیر زبان انگلیسی. ای من فدای آن که دلش با زبان یکیست. پشتکار داشته باشید، امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید. آموزش زبان انگلیسی از A تا Z، تست گرامر کنکور سراسری تجربی 1400. قبل از پرداختن به این تست ازتون درخواست میکنم با زدن دکمه لایک به ما در رشد و انتشار ویدیوهایی از این قبیل کمک کنید. ممنونم که با ما همراه هستید. The first rocks, جای خالی by hand, and the finest ones are still handmade. گزینه اول made، گزینه دوم were made، گزینه سوم had made، گزینه چهارم have made. چند ثانیه تأمل کنید. خب دوستان، همونطور که مستحضر هستید تست گرامری هست. در اینجا the first rocks مفعول جملمون هست که به قبل از فعل منتقل شده. ببینید جای خالیمون یه فعل دیگه، مفعول به قبل از فعل منتقل شده، بنابراین به فعل مجهول نیاز داریم. خب جمله اشاره به عملی در زمان گذشته است، بنابراین زمان مجهول گذشته نیاز داریم. پس پاسخ صحیح این پرسش گزینه دوم یعنی were made. دقت کنید دوستان، یه بار دیگه میگیم the first rocks یعنی اولین قالیچه ها مفعول جمله مونه که به قبل از فعل، فعل مجهول منتقل شده، بنابراین به فعل مجهول نیاز داریم. اشاره به انجام عملی در زمان گذشته است. خب مجهول در زمان گذشته، ببینید مفعول به علاوه was و were، was یا were به علاوه made که قسمت سوم فعل یعنی PP هست. فعل make، made فعل بیقاعده است. irregular verbs افعال بیقاعده در انتهای کتاب های دبیرستانی اومدن و اونا رو باید تماما حفظ کنید، شکل ساده، شکل گذشته و شکل اسم مفعول. خب جمله رو میخونیم و ترجمه میکنیم. The first rocks were made by hand. میگه اولین قالیچه ها توسط دست بافته شدند یا ساخته شدند. And the finest ones و قشنگترینشان are still handmade. هنوز هم دست بافت هستند. The first rocks were made by hand and the finest ones are still handmade. اولین قالیچه ها توسط دست بافته شدند و قشنگترینشان هنوز دست بافت هستند. بهترین ها رو براتون آرزو می کنم. امیدوارم چه پروازکنان مثل عقاب و چه سینه‌خیز مثل لاک‌پشت همیشه و همیشه رو به جلو باشید. ارادتمند شما ابوذر حسنوند عموزاده.